زندگی یعنی کل هستی به توان ابدیت. درودم رو تقدیم تک تک شما خوبان میکنم. دوستان گرامی، من این کلیپ رو اختصاص دادم به درختان نامی مقدسه. یک سری درختانی رو برای شما نام میبرم و هر کدوم از این درختان به نوعی برمیگرده به یک الهه باستان و تک تک اینها رو کوتاه، مفید و مختصر تقدیمتون میکنم. لایک و سابسکرایب در ابتدای این کلیپ آموزشی فراموش نشه. ما درختان نامی مقدسه رو داریم که نخبند بودن. در باستان هر درختی نماد یک الهه باستان به شمار میرفت. مثلا درختچه شمشاد میشد الهه زئوس، درخت چنار میشد الهه آتنا محسوب میشد، ایزد آتنا. درخت نارون، دوستان گرامی، در دوره سلوکیان الهه آپولون بود. و درخت انار، ایزد ناهید. درخت سدر، ایزد سروش. و درخت انجیر مربوط به ایزد مهر. و درخت سرو، ایزد زربان یا زروان. و درختچه هوم، ایزد مزدا. اینها تک تک درختانی بودند که در باستان، دوستان گرامی، کاربرد داشتن و هر درختی به نوعی برای یک ایزد خاص قرض می شد. حالا یک مثال بزنم. مثلا ما یک چشمه نامی رو داریم، در کنار چشمه نامی درخت صدری رو میکاشتن. این درخت صدر مربوط به ایزد سروش بود، لذا در گام شمار 120 تا پرستشگاه یک درخت صدر رو مطمئنن میکاشتن. پس تک تک اینها آیینی و اعتقادی است، مربوط به ایزدهای مختلف هست. ایزد زربان و ایزد سروش و زئوس و آتنا و آپولون و ایزد مهر و ایزد مزدا. دوستان گرامی، حمایتم بفرمایید با لایک، سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید. بدرود.